محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای سازگارا. با توجه به این فراخوان‌های منتشر شده و گزارش‌هایی که لحظه به لحظه از ایران میرسه، به نظر میاد دانش آموزان، دانشجویان قصد تسلیم شدن ندارن. ما عملا داریم وارد هفته چهارم اعتراضات میشیم. ارزیابی شما از این مسئله چی هستش؟ بله، کاملا. یعنی الان هر دانشگاه و هر دبیرستان یک کانون مخالفت و اعتراض شده و اتفاق خوبی که افتاده این است که در دانشگاه ها غیر از دانشجویان اساتید هم پیوستند و من دیدم که صحبت از این است که تجمع و تحسن داشته باشند اساتید، کاری که حکومت اگر هم جرأت بکنه به صحن دانشگاه دوباره ورود کنه و اساتید متحسن رو هم تعرض کنه، اون وقت به شدت اساتید همه دانشگاه هم بهش میپیوندن. فکر میکنم دانشگاه صنعتی شریف الان قانونی شده که دانشگاه های مختلف در هماهنگی با اون حرکت میکنند. و یک نکته هم عرض کنم، ببینید این فراخوان های متعدد که رمز بقای این حرکت اعتراضیه، یعنی تکثر، پراکندگی در نقاط مختلف، جاهایی که حکومت تصور نمی‌کنه تجمع و اگر بخواد تعرض کنه جای دیگه، در تهران 850 نقطه رو باید مراقبت کنن تا بتونن جلوگیری کنن، چون نمیدونن چه ساعتی کجا چگونه حرکت میکنن که برای حکومت عملا ناممکنه. من فکر میکنم روز شنبه غیر از حمایت از دانشگاه ها احتمال زیاد، چون دیدم در فراخوان ها پاره ای از معترضین به بازار خواهند رفت، به مراکز کسبه فشرده مثل مثلا لاله‌زار و غیر و خیابان جمهوری خواهند رفت و عملا کسبه رو هم با خودشون همراه خواهند کرد با بستن مغازه هاشون. ضمن اینکه تهران خیلی نقاط دیگه هم داره، همینطور تمام شهرستان. فکر میکنم روزیه که میشود همبستگی دانشگاه رو با کسبه، با بچه های محلات و احتمالا بخش های دیگه جامعه مثل پزشکان یا روزنامه نگاران و غیره شاهد. آقای سازگارا، بیانیه شورای اساتید سه دانشکده دانشگاه شریف برای تجمع اعتراضی در داخل دانشگاه، شما بهش اشاره کردین، در نوع خودش کم سابقه هستش. آیا این رو میشه نشانه ای از فعال تر شدن جامعه آکادمیک ایران دونست؟ بله بله. ببینید استادایی که الان به هر حال در دانشگاه هستن، در واقع یه نسل از بندم جوانترن، اکثرا فارغ التحصیلان بعد از انقلاب اسلامی هستند، تحصیلاتشون رو بعد از انقلاب اسلامی کردند و کسانی هستند که در صحنه های بزرگ اجتماعی حضور داشتند، در اعتراضات و در حرکت های مثل جنبش سبز یا مسئله جنگ و غیره و غیره، و تجربه دارند. واقعا تجربه این اساتید و همراهیشون با دانشجوها لازمه به یاری شاگردانشون بیان. من فکر میکنم این داستان تحسن اساتید که از دانشگاه شریف داره شروع میشه میتونه به سرعت تبدیل بشه به یک مسئلهی که در دانشگاه های مختلف شکل بگیره. و دیدیم هم وقتی حکومت به یک گروه حمله‌ای بکنه، دستگیری بکنه، تعرضی بکنه، تمام اون گروه میپیوندن، مثل کاری که در مورد فوتبالیستا شد، ناچار شد آزاد کنه فوتبالیستایی که دستگیر کرده برای اینکه گفتن اصلا مسابقه نمیدیم، یا کاری که با هنرمندان و غیره شده. بنابراین فکر میکنم کار بسیار خوبی است و قدم مهمی است. آقای سازگارا، تحلیل شما از اعتراض نسل هایی که در همین چند سال دنیا اومدن و بزرگ شدن تو همین محیط سرکوب، تحلیل شما از اعتراض نسل ها چی است واقعا؟ من مصاحبه یکی از جوانان دانشجو رو با سی ان ان امریکا دیدم، چقدر خوب انگلیسی صحبت میکرد، حتی صورتش رو به اصطلاح تیره کرده بودن. گفت ما گذشته‌ای نداشتیم
و اگر نیستیم و نجنگیم آینده‌ای هم نخواهیم داشت. در یک کلام به نظر من این حرف درسته. این نسل جوان نگاه میکنه میبینه در کشوری داره بار اومده که همه چیز ازش دریغ شده، تیره و تار کرده حاکمیت موجود مملکت رو، و اگر نیسته آینده‌ای هم نخواهد داشت. و فکر میکنم که عناصر دیگه هم هست. این نسل شجاعت‌های بی‌نظیری داره که دنیا داره تحسینش میکنه، و این داستانی که دخترا در محوریتش هستن، زنا در محوریتش هستن، فکر میکنم قدرت این جنبش رو چند برابر کرده و پشتیبانی دنیا رو چند برابر کرده. و انصافا باید گفت دختران شجاعتر از پسران در میدون حرکت میکنند و همه دست به دست پیش میرن. به صورت یک پارچگی و همراهی ملی بزرگی هم دیده میشه.